درود بر شما. با 180 ثانیه یه سه شنبه پنجم دی ماه همراه ما باشید. مقام‌های نیروی دریایی بریتانیا میگویند یک کشتی در حال حرکت در سواحل یمن دو انفجار در دریای سرخ را گزارش کرده است. این انفجارها دور از این کشتی نبوده و حدود 80 کیلومتر با بندر هدیده فاصله داشت. همچنین فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام بامداد امروز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای ایالات متحده حملاتی را علیه مواضع گروه تروریستی کتائب حزب الله در عراق انجام دادند. رسانه‌های هندی از وقوع انفجاری در نزدیکی نمایندگی دیپلماتیک اسرائیل در دهلی نو و آغاز تحقیقات امنیتی درباره این حادثه خبر دادند. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد در این حادثه به کارمندان نمایندگی دیپلماتیک این کشور در هند آسیبی نرسیده است. شهروندان اردکانی در اعتراض به آلودگی هوا تجمعی اعتراضی ترتیب دادند. معترضان نسبت به بالا رفتن تعداد صنایع آلاینده در این استان اعتراض دارند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز چهارمین روز اعتصابات را با برپایی تحصن شبانه، تجمعات و راهپیمایی اعتراضی پشت سر می‌گذارند. آنها مطالبات خود را از جمله رفع محدودیت ورود کارگران تعلیقی به شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراجی و همسانسازی دستمزدهای برابر با کارگران شرکت‌های فولادی همجوار مطرح کردند. دادگاه 11 فعال سیاسی و مدنی روز گذشته در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد. اکثر این فعالان مشروطه خواه در امرداد ماه و شهریور ماه امسال بازداشت شدند و اتهام آنها مواردی از قبیل تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به روح الله خمینی و علی خامنه‌ای عنوان شده است.